بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان بحث امروز ما شرح رساله آواز پر جبرئیل شهاب الدین سهروردی است. این رساله یک مقدمه و سه بخش داره، البته تقسیم از من است. خود رساله یک جمله پیش رفته تا به انتها. رساله ابتدا از جمله رسائل ابتدایی شهاب الدین سهروردی است که در دوران جوانیش نوشته و جزء رساله های مرحله اول زندگی ایشون محسوب میشه. یک رساله رمزی، تمثیلی، عرفانی فارسی است. در این رساله سهروردی از آثار عرفانی ابن سینا و سنایی مشخصاً متأثر، از رساله های حی ابن یقظان و سلامان و ابصال ابن سینا و هاکذا سیر العباد و حدیقة الحبیبه سناییشون تأثیر پذیرفته. از در مقایسه این رساله با رساله های دیگر سهروردی میشه اون رو با رساله رسالت و تیر که جلسه گذشته بحثش کردیم، رساله عقل سرخ و رساله قصه ترگور و تلغربیه سهروردی که جزء شاهکارهای او هست در یک طبقه قرار میگیرن و همگی از جمله رساله های عرفانی و تمثیلی ایشون هستند. زمان نگارش این رساله میشه گفت که همزمان با رساله حقیقت العشق هست و بعد از تدوین رساله قربت الغربیه ایشون هست. رساله با یک مقدمه شروع میشه. در این مقدمه خطبه داره. خطبهش در توحید هست و ستایش از پیامبر اسلام و بعد وارد یک علت تدوین این رساله میشه. از زبان خود سهروردی علت تدوین این رساله اینه که شرح عنوانش هم در ضمن این مقدمه آمده. میگه که یکی از کسانی که رمد تعصب، نقص بصر و بصیرت ایشان شده بود سوالی مطرح کرد و یکی از بزرگان عرفا رو استهزا کرد، مسخره کرد. رمد تعصب، رمد بیماری چشمه، یعنی متعصب بود و بیمار بود، بیمار تعصب داشت و باعث شده بود این بیماری بصرش و بصیرتش کور بشه یا کورسو بشه، نتواند درست بفهمد. چه کسی را آمده بود مسخره کرده بود؟ مثال میزنه سهروردی به عنوان یک نکته تاریخی، مثال ذکر میکنه، میگه خواجه ابو علی فارمدی رحمت الله علیه را که از او پرسیده بودند چون است که کبود پوشان بعضی اصوات را آواز پر جبرائیل می‌خوانند. کبود پوشان یعنی صوفیه، عرفا. از ایشون می‌پرسند چرا عرفا و صوفیه بعضی صداها را آواز پر جبرائیل می‌خوانند. پاسخی که ابو علی فارمدی داده، ایشون این فیلسوف، این عارف معاصر است با شیخ ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا، یعنی هم دوره اونها محسوب میشه، از عرفای خراسان هم است. پاسخ ابو علی این است، ابو علی فارمدی: بدان که بیشتر چیزها که حواس تو مشاهده آن میکند همه از آواز پر جبرئیل است. یعنی به زبان امروزی پاسخی که فارمدی میده، میگه که یک پاسخ وجودی است. میگه همه بسیاری از چیزهایی که تو داری مشاهده میکنی با حواس خودت، اینها همه آواز پر جبرئیل است. یک نسبتی بین امر وجودی و بین آواز پر جبرئیل. این محور رساله امروز ماست. اون پرسنده، پرسشگر میگه که براش سخت بوده این رو بپذیره. ابو علی
اضافه میکنه. از جمله آوازهای پر جبرئیل یکی توی، تو خودت هم، وجود خودت هم نتیجه آواز پر جبرئیل است. تو آواز پر جبرئیل هستی. این منکر مدعی تعصب بیفایده میکرد که چه معنی این کلمه را فرض توان کرد الا هذیانات مزخرف، این واژه‌ای که سهروردی به کار برده. وقتی اینا رو میشنوه و نمیفهمه، اون پرسشگر میگه که انکار میکنه و این امور رو هذیانات مزخرف میکنه. این مطلب به گوش سهروردی میرسه، ناراحت میشه و این رساله رو مینویسه. توضیح میده که تجاسر او به دینجا رسید و اینک من در شرح آواز پر جبرئیل به عزمی درست و رأی صائب شروع کردم. تو اگر مردی و هنر مردان داری فهم کن و این جزء را آواز پر جبرئیل نام کردم. خب این به هر حال یک دلیل وجودی داشته تدوین این رساله. این رساله در قرن ششم هجری نوشته شده. این که در اون زمان این مطالبی که خواهیم شنید نوشته می شده، نشان از روح بلند سهروردی و سطح کوتاه فکر برخی مخاطبان اون دوره داشته. سهروردی بالاخره شهید همچو گفتارهایی میشه. یادمون باشه سهروردی زنجانی در حلب که الان در سوریه هست کشته میشه، اعدام میشه توسط همین افرادی که تعصبشون رو اینجا داره مثال میزنه. این جایی که الان داره کشته میشه همین جایی است که داعش داره میجنگه. مقایسه بفرمایید بین قرن ششم و قرن پونزدهم. قسمت اول این رساله پر از رمز و راز است. اینقدر نکته است که من هیچ حاشیه نمیتونم برم که در عرض همین یک ساعتی که خدمتتون هستم نکات اصلی رساله رو باز کنم. قبل از اون عرض بکنم که این رساله ابتدا توسط هانری کوربن و پال کراوس با ترجمه فرانسوی و حاشیه در سال 1333-1312 منتشر شده. یعنی اون اولین کسی بود که ارزش این رساله رو کشف کرد. بعد از اون مرحوم دکتر مهدی بیانی در سال 1325 این رساله رو باز تصحیح کرد و برای مرتبه سوم دکتر نصر در سال 1355 این رساله رو در ضمن مجموعه مصنفات فارسی سهروردی منتشر کرد. حداقل سه بار تصحیح شد. یک شرحی ازش هست که من دقایق اون رو هم توی این جلسه اشاره خواهم کرد. در قرن هفتم یا هشتم نوشته شده. یک شارح ناشناس هست، ظاهراً فیلسوف شیعی بوده. این شرح هم دو بار تصحیح شده و یک در دهه 60 و دهه 80 در ایران منتشر شده. 4-5 تا مقاله هم درباره این رساله به شکل مشخص در ایران منتشر شده. من همه را خوندم و بخشی از رساله که بخش اصلیش هست که بخش دوم و سومش هست غالبا مبهم باقی مونده در همه اینها. بخش دوم نخستش حالا اشاره خواهم کرد که نسبتا آشکارم هست در همه این آثار بهش پرداخته شد. اما بخش اول رساله، حالا سهروردی میخواد آواز پر جبرئیل رو برای ما شرح بکنه. مشخص است که من ابتدا ذکر بکنم اونچه که از جبرئیل در این رساله شما خواهید شنید از بحث شریعت نیست، بحث طریقت و حقیقت است. جبرئیل در نزد اهل شریعت فرشته وحی است، در نزد اهل طریقت و حقیقت بالاتر از فرشته وحی است. کاری وجودی میکند، خواهیم خوند با همین زبان رمزی سهروردی. فقط کارش رساندن پیام الهی نیست، پیام وجودی را افاضه می کند. بین پیام از کلمه از الفبا تا پیام به عنوان امر وجودی و
متفاوت است، دو مرحله متفاوت است. اون چیزی که تو این رساله می‌خواهیم یاد بگیریم از سهروردی معنای دوم است، نه معنای نخست. معنای نخست هم در جای خودش درست است، اما سهروردی به اون نپرداخته، از اون استفاده کرده. پر هم خواهیم دید، این پر پروانه و پرستو هم ساله هم نیست، پری بالاتر است، یعنی پر فرشته. این عنوان پر فرشتگان هم آیه قرآن است. حالا سهروردی در مقام شارح و مفسر میخواد بگه که اگر در کتاب خدا پر فرشته آمده، منظور از پر فرشته چیست؟ و اگر این پر آوازی دارد، آواز پر صدای صوتی نیست. آواز پر فرشتگان الهی امر وجودی است. یعنی هر بار که فرشته بال میزند، شما به زبه میپندارید صدایی تولید میشود، اما بال زدن او ایجاد موجودات است، صورت جدید خلق کردن است، نوعی فیض است. این نکاتی است که قاعدتا نه در ذهن برخی قشریون اون زمان قابل هضم بوده و هاکذا در همین زمان هم معلوم نیست قابل هضم باشه. من وقتی رساله رو خوندم از خودم پرسیدم اگر سهروردی در زمان ما زندگی میکرد، همون سرنوشتی که در قرن ششم برایش رقم زده شد رقم زده نمیشد؟ حالا بحث ما چیز دیگه است. در روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم، پر از رمز است، رساله رمزیست، لذا باید یکی یکی رمزهاشو بشناسیم. بخش اوله توضیح میده که من زمانی از حجره زنان بیرون آمدم. مراد از حجره زنان چیست؟ و بعد میگه بعضی قید و هجر اطفال خلاص یافتم، برخی از رسوم کودکان را هم به کنار نهادم. و بعد میگه که از هجوم خواب قنوتی حاصل شد، و بعد از سر زجرت شمعی به دست گرفتم، قصد مردان سرای کردم. تو همین 4-5 سطر اولی ببینیم چند تا اصطلاح به کار برده. از حجره زنان بیرون میاد، رسم کودکان کنار میگذارد، خواب رو از چشمش میپرد، شمع به دست میگیرد و قصد سرای مردان میکند. حالا با عرض معذرت از عنوان محترم، ما در قرن ششم هستیم، تمثیلی هم که داره ذکر میکنه توی اون فضا هست. حالا اگر کسی میخواد از همین هم استفاده فیمینیستی بکنه مسئله دیگریست، اما حجره زنان در این رساله منظور عالم اجسام است، عالم مادیات است. منظور از بحث هجر طفولیت حواس پنجگانه هست. بچه ها نوعاً با گوش و چشمشون میبینن، خیلی به قوه عاقلشون کاری ندارن. و بعد خواب رو هم کنار میگذاره. این رساله رو در خواب ندیده، مشاهده هست، نوعی مشاهده ذوقی است، نوعی مشاهده معنوی است. گاهی عرفا در بیداری هم آنچه دیگران در خواب میبینن مشاهده میکنند، و سهروردی چنین کرده. شمع رو که به دست گرفته تاریک بوده، وقتی میخواسته حجره مردان رو پیدا کنه، مردان سرای رو به اصطلاح پیدا کنه، تاریک بوده. این شمع چراغ عقل است. عقل در اینجا به شمع تشبیه شده است. این چراغ رو روشن کرده و اون حجره رو پیدا میکنه. و آن شب تا مطلع فجر در آنجا طواف میکردم، تا صبح توی این سرای مردان بوده. حالا این از کجا آمده بیرون؟ یعنی از عالم حواس خارج شده، تجرید پیدا کرده، مجرد شده. تا زمانی که من و شما شواغل دنیوی، مشغولیات دنیوی ما رو به خودش جلب بکند، نمیتوانیم وارد عالم مجردات شویم، وارد عالم معنویات و روحانیات شویم. حالا زن و مرد رو بذارید کنار، تشبیه شاید چندان به زبان امروزی ما زیبا نباشد. میخواد بگه که من زمانی
حواس خودم را کنار گذاشتم، از شواغل دنیوی گسستم، وارد عالم مجردات و معنویات شدم. در واقع این رساله سلوک معنوی سهروردی است. سلوک معنوی سهروردی است با این زبانی که بیان میکنه. و بعد هوس دخول خانقاه پدرم سانح گشت. یه اصطلاح جدید آمد. پدر و خانقاه پدر. پدر کیست؟ پدر اینجا پدر طبیعی منظور نیست، یعنی اون که میگیم ابن فلان است در شناسنامه امروزی ما درج میشود، گفته میشود یعنی موجد، یعنی علت ایجاد، نه صرفاً واسطه برای ایجاد. علت ایجاد حالا خواهیم دید. پدری که اینجا به کار میرود خود جبرئیل است. به زبان فلاسفه عقل دهم است. پدر اینجا توضیح خواهم داد خود جبرئیل است. خانقاه پدر، خانقاه برای صوفیان شبیه مسجد برای اهل شریعت است. خانقاه مقر مجرد گشتن است، محل اتصال با عالم بالاست. حالا میگه قصد کردم وارد خانقاه پدر شدم. از کجا وارد خانقاه شدم؟ از عالم مادی وارد عالمی میانی شدم تا بعد از خانقاه به مرحله بالاتر بروم. حالا توضیحاتش بیرون. خانقاه را دو در بود. این خانقاه دو تا در داشت. یک درش به شهر باز میشد و این شهر عالم مادیات است. یک درش به صحرا و بستان باز میشد. صحرا و بستان عالم مجردات و معنویات است. پس خانقاه عالم مثال است. عالم مثال واسطه است بین عالم مادی و عالم مجرد. سهروردی از عالم مادی وارد شبی وارد عالم مثال می شود و بعد من در شهر را، دوتا در داشت خانقاه، در شهر را محکم بستم. چه دری را بست؟ که امور حسی او را مشغول خودش نکنند. حالا پرانتز باز کنیم. من اینکه هر لحظه میخوام ایمیلم رو چک بکنم، از اخبار رو مطلع بشم، خب نمیتونم تمرکز حاصل بکنم و کمی هم به خودم بپردازم. از این شواغل مادی رو میگه درش رو بستم. خب حالا بستم، این در شهر رو بستم، حالا وارد چی شدم؟ وارد صحرا شدم. صحرا یعنی وارد عالم مجردات شدم، وارد عالم معنویات شدم. چه دیدی؟ در اون عالم چون نگاه کردم، ده پیر خوب سیما را مشاهده کردم. ده تا پیر مرشد است. پیر نشان دهنده مجرداتی است که او در پیش رو دارد. در صفه متمکن بودند. خیلی باوقار، خیلی سنگین، اما سکوت، حرف نمی زدند. کاملا ساکت بودند. من جلب عظمت این پیرهای دهگانه شدم. پیری، الان سوال برام اینجاست، اینا کی هستن؟ بسیار نورانی. یکی از این پیرها، ده تا بودن، بر کنار صفه بود. سلام میکنم، او هم پاسخ میده. با او وارد گفتگو میشه. سهروردی سالک با پیر دهمی وارد گفتگو میشه. از کدام صوف تشریف دادن؟ حالا به زبان اون روز، مال ده قرن قبله، از کجا تشریف آوردی به زبان امروزی؟ آن پیر که بر کنار صفه بود مرا جواب داد که ما جماعتی مجردانیم، از جانب ناکجا آباد میرسیم. خب یه جای دیگری بحث قشنگتری رو مطرح میکنه. ما امور مجردیم، مجرد از ماده، مجرد از شواغل مادی، مجرد از عالم اجسام. ما ملکوتی هستیم، ما از عالم بالا هستیم. از کجایی؟ از جانب ناکجا آباد. ناکجا به معنای لفظیش یعنی بی محل، آن لامکان، فارسی لامکان. دقیقا لامکان عربی رو اگر معنای فارسیش بگیریم میشه ناکجا آباد. ما از لامحل، ناکجا آباد آمده ایم.
امور مجرد نه زمان دارن نه مکان دارن. پس این تیرهای خوش سیما مال جایی هستند که جا نیست، مکان نیست، زمان نیست، ماورای زمان و مکان هستند. خب سالک براش مبهم بوده، مرا فهم بدان نرسید. نفهمیدم چی میگه، ناکجا آباد یعنی چیه؟ یادتونه تو قصه پرندگان این ناکجا آباد پشت کوه قاف بود. اینا تو ادبیات فارسی و زبان عرفا معنا داره. این هم عالم مجرداته، ناکجا آباد که پشت کوه قاف است. این تو زبان من و شما فراوان اینا رو به کار میبریم. کوه قاف رو بار اشاره کردم، وقتی به عقل سرخ و رساله های دیگرش رسیدیم اونا خودش خواهد برای ما توضیح میده. کوه قاف بحث افسانه نیست، این نمادین است، زبان رمزی دارد. میگه اگر میخواهی به عالم مجردات و روحانیات برسی باید از کوه قاف گذر کنی. حالا کوه قاف رو میشناسیم تو رساله بعدی. پرسیدم آن شهر از کدام اقلیم است؟ این ناکجا آباده که میگی من تو کلاس جغرافی اسمش نشنیدم، کجاست؟ نمیداند که ناکجا آباد امر مادی نیست، پهلوی این تر شرق و غرب و همسالهم نیست. گفت از آن اقلیم است که انگشت سبابه را آنجا راه نبرد. شما وقتی جایی رو میخوان از شما بپرسن، آدرسی میپرسن، نشون میدی، میگه این سمته یا اون سمته، میگه ناکجا آباد با اشاره قابل پیدا کردن نیست، یه چیز دیگری، باید یه راه دیگری پیدا بکنی به ناکجا آباد برسی. پس من معلوم شد که این پیر مطلع است، راه پیدا کردم، من باید دامن اینو بگیرم، رهاش نکنم، یاد بگیرم ازش. ازش میپرسه حالا اینا کی بودن؟ اینها به زبان فلاسفه عقول دهگانه هستن. عقول دهگانه از عقل اول تا عقل دهم واسطه بودن بین خداوند و انسان. حالا دلیلی من در بحث‌های فلسفی اثبات کردم، خود سهروردی هم میپذیره، تو این مرحله اولش تو جوانی رو نوشته، تو کتاب‌های بعدیش میپذیره که ده هیچ دلیلی نداره. این عقول متعددند، یعنی مجردات متعددند. زبان دیگری که میتونیم این مجردات، این پیرهای دهگانه رو به اونها معرفی بکنیم، فرشتگان الهی هستند. این فرشته ها متعددند، زیادند. اینکه ده تا باشند قدما قائل بودند، ما دلیلی براش نداریم. پس دهش رها بشید، فرض بکنید متعدد و زیادند، بیشتر از این نیست. از او پرسیدم بیشتر اوقات شما در چه صرف افتد؟ شما بیشتر چه کار میکنید؟ کارتون چیه؟ حرفتون چیه؟ جواب داد، گفت کار ما خیاطت هست، ما خیاطی میکنیم و ما جمله حافظیم کلام خدای را عز سلطانو و سیاحت کنیم. سه تا نکته رو گفت، خیاطی میکنیم، حافظ کلام خداوند هستیم و سیاحت میکنیم، سیر و سیاحت میکنیم. با سر ستا رمزی، خیاطی یعنی سوزن میگیرید، لباس میدوزید. خیاط چه کار میکنه؟ قیچی دست میگیره، از پارچه به اندازه بدن ما صورتی رو در میاره به عنوان قبا، شلوار یا چیز دیگری. خب این صورت رو اگه من به پارچه که ماده هست بدم، از کار منم خیاطت میشه. در فلسفه، حداقل فلسفه اون روزگار، عقل عاشر که همین عقل دهم باشد که ایشون داره با سالک صحبت میکنه، کسی است که از نظر فلاسفه صورت اشیا رو به ماده اونها میده. صورت یعنی همون چیزی که مرا من میکند، همون چیزی که هویت مرا میسازد. صورت به لحاظ فلسفی چیستی شی است، هویت شی است، واقعیت شی است. اون چیزی که انسان را انسان کرده میشه صورت انسانی، اون چیزی که گیاه رو گیاه کرده میشه صورت گیاهی و هاکزا. اون کسی که این صورت رو میده همین جناب عقلی است که داره با این موجود مجردی است که داره با سهروردی سخن میگه، با سالک سخن میگه. بعد میگه که این پیران که بر بالای تو نشستن، میپرسه
چرا ملازمت سکوت می نماید؟ من هرچی با اینا صحبت می کنم، سلام علیک می کنم، اینا انگار نه انگار منو می بینن، اصلا تحمیل نمی گیرن. این تو یکی با من حرف می زنی، اما اون نه تای دیگه اصلا با من حرف نمی زنن. چرا؟ فرق تو با اونا چیه؟ جواب داد که از بحر آن که امثال شما را اهلیت مجاورت ایشان نباشد. تو خیلی هنر کردی، یه شب حواستو گذاشتی پشت در، پشت در خانقاه، از خانقاه که عالم مثال باشه وارد عالم مجردات شده، انتظار داری یک شبه بتونی با این پیرها صحبت بکنی، هنوز خیلی مونده تا به اونجا برسی. تو اهلیت سخن گفتن با اونها رو نداری. من سخنگوی اونها هستم، هر چی میخوای با من سخن بگو، اما زمانی که مرتبه وجودی بالا رفت میتونی با اونها سخن بگی. هنوز از بحران که امثال شما را اهلیت مجاورت ایشان نباشد. یه چیزایی تو دنیا هست، یه چیزایی تو عالم هست، شنیدنش، فهمیدنش، باید ظرف وجودیمون رو بالا ببریم. فکر نکنیم با همین حواس عادی یا با عقلی که داریم در همین مرتبه که هست همه چیز رو درک میکنیم. حقایقی هست بالاتر از این چیزها. همه این نکته های رساله سهروردی تو همین باور کردن این نکته است. غیبیست، عالمیست، ملکوتیست بالاتر از عالم مشهود و محسوس، و قرار است ما اون رو بشناسیم. عرفان یعنی این که پلی بزنن تا ما بتوانیم به اون عالم مجرد غیر مشاهد، غیر محسوس، نادیدنی، مثل ناکجا آباد واصل شدیم. من زبان ایشانم و ایشان در مکالمت اشباه تو شروع ننمایند. هرچی میخوای از من بپرس. اونها با تو شروع نمی کنن حرف زدن، نه از سر تکبر. تو کوچکی، تو باید بزرگ بشی، تو باید خودتو ارتقا بدی. بعد ادامه میده، رکوه 11 تو دیدم، یه کوزهی با 11 تا مرحله دیدم در صحن افکنده. اینم اشاره به طبیعت قدیم، افلاک نهگانه، 9 تا فلک بوده، بعد دو تا فلک دیگه، دو تا دایره، اگه دایره های تو در تو متداخل بکشیم، یکیش هم آتش و هوا مطابق طبیعیات قدیم میشه 11 تا، که یکی یکی توضیح میده. توی این شروع فراوان اومدن اینا رو توضیح دادن. به نظر من اینها دیگه دوران ما نکته درش نیست، میتوانیم به لحاظ تاریخی بهش نگاه بکنیم. و بعد یکی یکی توضیح میده که در هر کدوم از اینها ستاره بود، تو کدومش بیشتر ستاره بود، تو کدومش کمتر ستاره بود. این افلاک قدیم است که بحث دیگر است. و بعد یکی یکی میگه که حالا تو روزانه چه کار میکنی؟ میگه که من اون که بالاتر از همه نشسته، اون شیخ که بالاتر از همه نشسته، مرشد اول، عقل اول، اون استاد و مربی و مرشد دومی، مرشد سومی، هاکذا نهمی هم مرشد من است، او علت وجودی من است. مطابق طبیعیات، مطابق فلسفه قدیم، این عقول یکی یکی علت و معلول هم بودن به اینجا رسید. بعد ازش میپرسه شما فرزند هم دارید؟ خب میدونید فرزند داشتن، توالد و تناسل، مال عالم مادی است، مجردات که توالد و تناسلی ندارن، لذا نه، قاعدتاً نه. میگه ما را جفت نبوده است، لیکن هر یک فرزندی داریم. خب اگه جفت نداری چطور فرزند داری؟ فرزند هم مثالی است، مراد از فرزند در اینجا معلول است، یعنی معلول از کنار علت، یعنی هر یک از ما یک چیز را ایجاد کردیم، موجودی را ایجاد کردیم و یک آسیا داریم، و این فرزند را مسئول گرداندن آن آسیا گذاشتیم. آسیا در اینجا فلک است، مطابق الهیات گذشته، فلسفه گذشته. هر کدام از اینها، هر عقلی یک عقل مادون خودش رو ایجاد میکرده و یک فلکی، 9 تا فلک، 10 تا عقل، که اینا فعلا کاری با کارشون نداریم. میگه که اینها هر یک یک فرزند دارن، یک آسیا، اما من فرزندان متعدد دارم، معلول های متعدد دارم. تمام عالم مادی
معلول عقل دهمی است، مطابق دهش هم گفتم اصلا مورد بحث ما نیست. و این فرزندها نوبت به نوبت می آیند و می روند. ما به دنیا می آییم و از دنیا می رویم، همه معلول اون عقل دهمی هستیم، که عقل دهمی هم خود جبرئیل است که قرار است ما دربارش صحبت بکنیم. بعد میگه که از کنیزکی حبشی صحبت میکنه که این فی الواقع توی طبیعیات و فلسفه قدیم بحث هیولا و ماده رو بهش میگفتن. ماده مقابل صورت، مراد از هیولا دیو نیست، یعنی قابلیت اجسام. میگه هر زمان که من به اون نظری میکنم، اون صورتی درش ایجاد میشود و در نتیجه فرزندی متولد میشود. بعد حالا اینها اصلا بحث عرفانی نیست، بحث فلسفی. تو قسمت اول رساله بیشتر رموز متوجه عالم فلسفه است و نه عرفان. دوم و سومش متفاوت میشه. بعد میپرسه که ایشون سالک سوال میکنه که مراد شما چیه؟ میگه مراد از این الفاظ صلاحیتی و استعدادی بیش نیست. پیر را گفتم چون است که تو در این خانقاه نزول کردی و بعدم ادعای عدم تحرک و عدم تغییر میکنی و اما خودت عامل و علت حرکت در دنیا هستی. مطابق باز الهیات قدیم توضیح میده، توضیحات چند بسیار ارزنده است اما حوصله بحث امروز ما نیست. و بعد در اینجا بحثش تمام میشه، وارد قسمت دوم میشه. قسمت دوم و سوم رساله قسمت عرفانی و بسیار جذابش. گفتم مرا علم خیاطت بیاموز. حالا سالک میگه که هوس میکنه، خب تو خیاطی بلدی، منم میخوام خیاطی یاد بگیرم. خیال میکنه خیاطی همون جوریه که لباساش دوخته شده. تبسمی کرد و مثلا نگاه عاقلا در صفیحی گفت کرد و ننوشته ایش رو، فقط تبسمی کرد و گفت هیهات، کجای کاری؟ اشباح و نظائر تو را بدین دست نرسد و نوع تو را این علم میسر نشود. این خیاطت، خیاطت گفتیم یعنی دادن صورت به ماده، یعنی ابداع، یعنی ایجاد، یعنی فیض. اینها که کار من و تو نیست، اینها کار امور مجرد است. این علم میسر نشود که خیاطت ما در فعل باز نگنجد. ولی که حالا آمدی جوانی جویای دانستن هستی، من چیزکی به تو میآموزم که اگر وقتی خیش و مرقع خود را به امارت حاجت بود توانی کردن. اگه وقتی خواستی مرقع خود، یعنی لباس رقع پوش خود، لباس وصلیه خودت را امارت کنی، آبادانی کنی، تعمیر کنی، توانش را داشته باشی، نه اینکه به توانی ایجاد بکنی، به توانی یک تصرف اندکی بکنی و این قدر را به من آموز. این مرحله اول. پس سالک نمیتونه خیاطت یعنی صورت دادن به ماده، یعنی ابداع کردن، یعنی ایجاد کردن را انجام بده. گفتم کلام خدای را به من بیاموز. حالا در توجه بکنیم اینجا کلام خدا در بحثی که بکنه مراد قرآن نیست، منظور الفاظ نیست. کلمه توی این بحث خیلی گسترده تر، یکی از زیباترین بخشای رساله همینه. کلمه های خدا را به من بیاموز. گفت از این دور است تو در این شهر باشی، از کلام خدای تعالی قدری بسیار نمیتوانی آموز. تو تا تو این شهر هستی نمیتونی از کلام خدا سر در بیاری. کدام شهر؟ شهر یعنی عالم مادیات. تو تا در عالم مادیات محصور هستی نمیتوانی به اسماء الهی دست پیدا کنی، نمیتوانی کلمه را که هنوز توضیحش ندادم نمیتونی بهش دسترسی پیدا کنی. ولی حالا آمدی من کمکت میکنم چیزی یاد بگیری و تو هم باید خودت را بکشی بالا، خودت را از مسائل مادی، از مسائل حسی بیاری بیرون. یادمون باشه ما هم تو دوره زندگی میکنیم، پوزیتیویسم منطقی همون حرفی رو میزنه که اون منکر خواجه ابو علی فارمدی ذکر کرد. اونم میگه ام متافیزیک بیمعناست، آن چیزی که خارج از حواس من باشد مهمل است. این گفت هزیان است، اونم میگه مهمل است و بیهوده.
لذا اگه اون حرف بوده مال ده قرقر در دوران ما می حرفا وجود داره. اونه میگه که من چیزکی به تو یاد میدم تو این زمینه. زود لوح مرا بستد. لوح قدیمی ها وقتی چیزی میخواستن بریستن کاغذ که نبوده، رو لوح مینوشتن. منظور از لوح فرض کنید حواس ایشون بوده. لوح مرا بستد بعد از آن هجایی پس عجب به من آموخت. یک الفبایی، هجا تو اینجا مبهمه، نمیگه مشخص نیست چیه، به من آموخت چنانچه بدان هجا هر صورتی و توی نسخه دیگر هر سری را که میخواستم میتوانستم دانست. یه چیزی به من گفت مثل جفر، یه چیزی به من آموخت که بعد از اون هر چیزی را که میخواستم یاد بگیرم میتونستم یاد بگیرم. چیه؟ من نمیخوام از خودم بگم، بذارید تو رساله های دیگه سهروردی ببینیم میتونیم این رو باز کنیم یا نه. شارح گمنام سهروردی گفته علم منطق است. با علم منطق ما میتونیم وارد بحث فلسفه بشیم. من بعید میدونم که مراد سهروردی علم منطق باشه. چی بوده؟ حالا اجازه بدید مراحل دیگری هم هست. گفتم هر که این هجا در نیابد او را اسرار کلام خدای چنان که واجب کند حاصل نشود، و هر که بر این احوال این هجاء مطلع شد او را شرفی و متانتی حاصل آید. پس از آن علم ابجد بیاموختم. مشکل دو تا شد. علم ابجد را آموختم. خب حروف ابجد میدونیم الف ب جیم دال، اما این بالاتر رومه. علم ابجد چیه؟ حروف معنا دارن. در نزد عرفا حروف بی معنا نیستن. پشت هر حرف عالم اقیانوس معانی خابیده. شارح ناشناس قرن هفتم گفته منظور از علم ابجد فلسفه است. بعید میدونم منظور سهروردی علم ابجد فلسفه باشد. هرچه هست علم ابجد مرحله بالاتر از اون هجا است. اما چه مرادش بوده؟ قاعدتاً مراحل مختلف کشف رو داره میگه، مراحل مختلف شهود رو داره میگه، مراحل مختلف وصول به حضرت حق رو داره میگه، اما به زبان رمزی. باید رساله‌های دیگه‌اش رو بخونیم تا از خودم نگم و از اونها آموخته باشه. بعد میگه لوح رو دوباره گرفت و منقشش کرد. این قسمت ادامه پیدا میکنه تا این که بعد میگه هرچه در هر چهار رو به عالم سافل میرود از پر جبرئیل حاصل میشود. هرچه در چهار بخش عالم، نه همه جای عالم، عالم مادی، هر چیزی حاصل میشه، هر اتفاقی نفته، این از پر جبرئیل است. پر جبرئیل در نظر بگیرید، این دیگه فقط فرشته وحی نیست. جبرئیل اینجا امر وجودی است. یعنی هر موجودی که در عالم مادی شما مشاهده میکنید مخلوق جبرئیل است، البته بإذن الله. این مخلوق که ذکر میکنیم این صورت را به او داده است، به مثل خدا علت العلل است و او در ذیلش این امور را انجام ده. صورت را او به اینها داده است و ذکر میکند خداوند سه نوع کلمه دارد. حالا وارد بحث اصلیمون داریم میشیم. کلمه که گفت به من علم کلمات رو بیاموز و بعد گفت ما حافظ کلمات خداوند هستیم. منظور حافظ قرآن نیست، بالاتر از این است. یک کسی فقط الفاظ رو حفظ کرده بهش بگیم حافظ کلام الله. یک کسی مثل سالکی که ما داریم ذکر میکنیم این رسم و رسوم الهی رو رعایت میکند. کلمه‌ای که حالا توضیح میخواد به ما بده رو او میتواند قدرش رو بشناسد و پیش ببرد. میگه ما سه جور کلمه داریم. کلمات کلمه وجودی هستند. ما سه جور کلمه داریم و از این کلمات نورانی هستند. این کلمات از جنس الفاظ نیستن. این کلمات از جنس الفبا نیستن. این کلمات یه چیز بالاتر از الفبا هستن. بعضی بالای بعضی هستند. نور اول کلمه اولیاست.
اولین مخلوق، اولین موجود، صادر اول، عقل اول، این توی ادبیات ما موج میزنه. اگه اینا رو ندانیم اصلا نمیتونیم بزرگان ادبیات و عرفانمون رو درک بکنیم. کسی که اون موجودی که برای نخستین بار ایجاد شده بهش میگن صادر اول، عقل اول، قلم تا عنوان قلم، عرش، حالا اصطلاحات مختلف رو براش به کار میبرن، میگه او کلمه اول است، اون کلمه اولیاست و آخر این کلمات جبرئیل است. خود جبرئیل هم یک کلمه است، از کلمه امر وجودی است. از صادر اول بگیرید، از عقل اول بگیرید، از نور اول بگیرید تا نور دهم. حالا دهمی که گفتیم تو دهش خیلی تأکیدی نیست، جبرئیل هم خودش یک کلمه است. ارواح آدمیان هم کلمه هست، پس من و تو هم کلمه ایم. روح هر انسانی کلمه است، تو هم روح داری، پس تو هم کلمه ای، تو کلمت الله هستی. هر انسانی چنین است، هیچ بحثی هم نیست که این انسان چه عقیده ای دارد، چه دینی دارد، هر انسان یک کلمه است. و بعد میگه که در قرآن عیسی روح الله هم کلمه خوانده شده است. درست میگه، خود عیسی هم کلمه است. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم روح من. عیسی مسیح رسول خدا بود، کلمه ای بود که خدا او را به مریم القا کرد و روح اوست. لذا ما میگیم عیسی روح الله. پس کلمه که اینجا داریم به کار میبریم یک کلمه وجودی است، نه کلمه لفظی. عیسی هم کلمه است، جبرئیل هم کلمه است، هر انسانی کلمه است. حرف جدید سهروردی اینه فقط عیسی کلمه نبود، هر روحی کلمه است. و این جمله بسیار درخشان و وقت میگه هر که را روح است کلمه است، بلکه هر دو اسم یک حقیقت هست. هر که روح داره او یک کلمه است. پس کلمه‌ای که داریم به کار میبریم تو این رساله و این کلمه هم گفت از جبرئیل است و این آواز پر جبرئیل است، روح من و تو آواز پر جبرئیل. آواز است. چرا؟ برای که نشانی دارد از جبرئیلی که اون جبرئیل هم از جانب خدای جبرئیل است. این پری که داره به کار میبره پر وجودی است. آوازی که داره به کار میبره همونطور که الفاظ کلمه ما صوتی نبود، آواز هم صوتی نیست. همه اینها وجودی هستند. و از کلمه کبرا که آخر کبریات است، کلمات صغرا بی اس بی حد ظاهر شوند. حالا میگه سه جور کلمه داریم، کلمه اولیا، کلمه وسطا، کلمه صغرا. به زبان ساده تر کلمه بالایین، برین، کلمه وسطی و کلمه زیرین. کلمه با اعلا ملائک و فرشتگان هستند. توی همه زبان ها وقتی فرشته رو میخوان تصویر کنن، فرشته تصویر شدنی نیست، فرشته مادی نیست، فرشته امر مجرد است. خب یک خانم بالدار رو میکشن به عنوان فرشته، خب تصور است، توهم انسان است، این پایین آوردن اون است. پر فرشته، بال فرشته، بال پرنده نیست. حالا توضیحش رو از خود زبان سهروردی خواهیم شنید. پس کلمات اولیا، کلمات برین میشه فرشتگان یا عقول به زبان فلاسفه یا مجردات. و بعد کلمات وسطا رو به کار میبره که اینها رو حالا به زبان قرآن هم اینجا یکی یکی ذکر کرده، میگه اونها از سابقات و سابقات هستن، کلمات اولیا. این وسطی ها فالمدبرات امرا هستن، یعنی تدبیر کنندگان امر الهی، اون فرشتگانی که مشغول کار جهان مادی هستن. و پایین تر اون کلمات صغرا چه کسانی هستند، کلمات زیرین چه کسانی هستند، ارواح من و شما، روح های انسان. و سه تا کلمه داریم، کلمات دبرین میشه فرشتگان بزرگ،
کلمات وسطین فرشتگان مدبر، کلمات پایین ارواح انسانی. اینکه ما جنسمان، جنس روحمان از جنس فرشته است. کلمه ایم، همه کلمه ایم آنچنان که عیسی کلمه. اگر در مورد کلمه فقط توی هم عرفان هم ادبیات فارسی بخوام صحبت بکنیم، اقلا چند جلسه بحث میگیرد. حتی در خود قرآن هم صحبت بکنیم، کلمه خیلی امر مهمی است. حالا داشته باشید، من میخوام در حد همین رساله پیش ببرم. و بعد خود ایشون هم اشاره میکنند و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم خلیل الرحمن رو با کلمات آزمایش کرد. توی برخی اهل ظاهر فکر میکنن چهار تا سوال لفظی ازش کرد، اونم مثلا یا قبول شد یا رفوزه شد. این کلمات چیزی بالاتر از ایناست. این کلمه جنس وجودیست، شبیه عیسی مسیح هم کلمت او بود. میگه خودش هم میگه که جای دیگر شرح کرده شود، میگه جای این بحث الان این نیست، من فقط اشاره کردم به این توی این رساله. این قسمت دوم رسالمون بود. حالا قسمت سوم و قسمت آخر که میشه گفت اصل رساله اینجاست، اینا مقدمش بود. گفتم مرا از پر جبرئیل خبر ده. مگه اسم رساله آواز پر جبرئیل نبود؟ حالا قرار سهروردی برای ما بگه پر جبرئیل چیست. قاعدتاً شما باید میگه که خب پر جبرئیل یه چیزی مثل بال پرنده، مثل پر کبوتر، مثل پر پرستو، یه همچو چیزی باید باشه. گفتم بدان که جبرئیل را دو پر است، دو تا پر داره، یکی راست و آن نور محض است. یه پر راست داره، یه پر چپ داره. یمنا و یسرا، راست و چپ در عرفان ما، در ادبیات دینی ما دو معنای متفاوتی داره. معمولا همونطور که ذکر کرده راست رو میگه نورانی است، آن پر مجرد اضافت بود به حق تعالی. یعنی وقتی که جبرئیل منتسب به خداوند میشه با این پرش، پر به چش، صورتش، وجهش نگریسته میشه و پریز چپ، یه پر چپ هم داره. اون پر چپ چه کار میکنه؟ اون پر تاریکیست. پر راست نورانی بود، پر چپ تاریکیست. اون زمانیست که به ما نگاه میکنه، یه وقت به بالا نگاه میکنه، یه وقت به پایین نگاه میکنه. نگاهش به بالا از پر راست است، نگاهش به پایین از پر چپ است. و بعد اشاره میکنه که این دو معنا دو مرتبت دو پر است. یعنی این دو پر دو مرتبه وجودی است. و جبرئیل با پر چپش به زبان حالا ایشون دنیا رو، مادون خودش رو به اذن خداوند صورت بخشیده، ایجاد کرده. با پر راستش ارتباط وجودی با مافوق خودش داره. امور مجرده محصول پر راست جبرئیل است، امور مادی محصول پر چپ جبرئیل است. بنابراین چه مجردات چه مادیات، البته مجردات مادون او نه مجردات مافوق او. اون نقطه پیریانتون هست با خودش میشد ده تا، اون نقطه نه، مجردات دیگر محصول پر راست اوست، مادیات محصول پر چپ اوست. این که میگه آواز، این آواز صدای وجودی است. صدا توی قرآن هم میگه کن فیکون، دو شو پس میشود. وقتی ما اراده میکنیم چیزی را ایجاد بکنیم، به او میگوییم ایجاد شو، او ایجاد میشود. عرفا میگن کلمه کن. این کلمه کن این نیست که من میشنوم، من با این کلمه محقق میشم، موجود میشم. بحثیست که ایشون میکنه و بعد اشاره میکنه، میگه این پری که من اینجا صحبت کردم از این آیه گرفتن که جاعل الملائکه رسلن اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. من این فرشته ها رو پیام آور خود قرار دادم در حالی که صاحب دو یا سه جناح یا چهار جناح هستند، پرند، بالند.
وقتی میخوایم معنا بکنیم، مثل که من دنیا رو در 6 روز خلق کردم، این منظور 6 تا 24 ساعته؟ قطعا نه. یوم تو زبان عربی منظور اصلا معناش 24 ساعته. الیوم یومان، یومان لک یومان علیک، دنیا 2 روزه، یه روز بر تو یه روز با تو. این دنیا دوران، یوم یعنی دوران، منظور روز 24 ساعته ما نیست. بال اینجا هم منظور وجهه، منظور پر پروانه و کبوتر و امثال هم نیست، یعنی 2 مرتبه، جبرئیل 2 مرتبه دارد. بعد یه سوال مطرح میکنه، میگه تو گفتی که جبرئیل که بالاتر از همه اینها 2 تا پر داره، در حالی که این آیه میگه بعدشون 3 تا دارن، بعدشون 4 تا دارن. میگه آن که 2 تا داره مرتبهش بالاتر از اون فرشته است که 3 تا یا 4 تا داره. میگه عجب، چطور ممکنه؟ در عالم مجردات هرچه جهات کثرت کم شود مرتبه وجودی بالاتر است، برخلاف عالم مادی. خداوند که از همه بالاتر است، بسیط‌تر از همه است، هیچ جهت کثرت در اون نیست. و این فرشته فقط 2 جهت دارد، 2 وجه دارد، اما کسانی که 3 تا دارن، 4 تا دارن، کثرتشون بیشتر است، پس مرتبهشون پایین تر است. هرچه وحدت بیشتر باشد، هرچه بی‌نشانی بیشتر باشد، یعنی مرتبه وجودی بالاتر است. و بعد کلمه صغرا رو مثال میزنه، اشاره اینجا کرده که در میان کلمات صغرا برخی کافرند برخی مؤمنند، اما هر دو کلمه هند. سهروردی هر دو را کلمه خوانده، حتی کافران را، کافران را نیز کلمه است، این جمله سهروردی. الا آن است که کلمه ایشان صدا آمیز است، توضیح میده به جای خودش، و بعد توضیح میده که خدا این که توی قرآنش گفته جعل از ظلمات و نور و ظلمت و نور، هم در ادبیات زرتشتی ایران باستان بوده، هم در ادبیات دوران اسلامی است، و سهروردی از هر دو استفاده کرده. جالبه بر این رساله، همین رساله آواز پر جبرئیل، یک شرح زرتشتی متأخر هم نوشته شده، یعنی اونام اومدن سال 62 من دیدم، اونام اومده از زبان ادبیات دینی خودش کوشش کرده همدلی بکنه با سهروردی و بگه مثلا ایشون از کجای اوستا یا دیگر متون مقدسه زرتشتی استفاده کرده، یا لااقل همسان و هماهنگ بقیه مسلمان ها هم اومدن. سهروردی فی الواقع یک مجمعی است که همه این افکار رو با همدیگه تونسته سازگار بکنه. و بعد میگه که ظلمت رو هم، این همون جعل نور و ظلمت، خدا نور و ظلمت رو ایجاد کرده، همون دوتا پر جبرئیل است که از پر راستش نور، از پر چپش ظلمت ایجاد میشه، همون مادیات، ظلمت با مادیات است. دوباره سهروردی احساس میکنه در مورد کلمه خیلی شأنش بالاست، باید بیشتر صحبت کنیم. یک آیه است توی قرآن فوق العاده زیباست، سهروردی هم به زیبایی ازش استفاده کرده، میگه الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خداوند کلمات پاکیزه بالا میرود، و العمل الصالح یرفعه. این که کلمه طیب، کلمه پاکیزه بالا میره، یعنی من ذکری که با زبانم بگم هست، بگم الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، این مرتبه خیلی پایین میشه. کلمه طیب کنار عمل و عمل صالح آن را بالا میبرد، این ایمان است، این همسویی با حقیقت هستی است، این کلمه طیب است، کلامم هست، این کلمه به کار برده. الیه یسعد الکلم الطیب، کلام طیب، این کلمه وجود طیب است، همون کلمه همسویی با جهان هستی، همسویی با خداست. میگه این همون کلمه نورانی است که من دنبالش بودم و توضیح دادم. کلمه و روح یک معنا دارد، یه چیزی که از سهروردی توی رساله یاد میگه، کلمه و روح یک معنا دارد، هر چه روح دارد کلمه است. انسان ها تک تک روح دارند، پس انسان ها کلمه هست. البته لازم نیست که همه یک کلمه یک در یک سطح باشند، یکی کلمه بسیار وسیعیست، یکی کلمه بسیار کوچکیست، بستگی دارد که چقدر ما کلمه وجودی خودمون رو گسترش دادیم. و بعد توضیح میده، میگه که جای دیگه قرآن گفته تعرج الیه الملائکه و روح،
ملائک و روح به سوی خداوند عروج میکنند، اونجا گفت کلمه طیب به سوی او عروج میکند. میگه نگفتم کلمه و روح یکیست. این هم معیده دینیش. پس عالم غرور صدا و ظل پر جبرئیل است. جمله سوره بردی. عالم غرور یعنی همین دنیا، دنیای مادی صدای پر جبرئیل است. اسم رساله این بود و حالا داره به ما توضیح میده اون حاجه فارمدی که گفت و اون فرد متعصب او رو انکار کرد، گفت که آواز پر جبرئیل فقط مهر زدن نیست، آواز پر جبرئیل عالم وجود است. همین عالم غرور، همین دنیا هم آواز پر جبرئیل است. البته بگه نداء قدسی هم آواز پر جبرئیل است، یکیش از پر راستش، یکیش از پر چپش. عالم غرور صدای پر چپ جبرئیل است، ندای قدسی پر راست، صدای پر راست جبرئیل است. هر ده هم به کار میگه، ندای قدسی و قهر و صیحه و حوادث هم از پر چپ اوست. بنابراین هر چه در عالم ما میگذرد از خیر و شر توی عالم طبیعی مشخصاً، میگه این صدای پر اوست. پرسیدم، حالا حرفای زیباترین حرفاش توی این صفحه آخرش، پرسیدم شیخ را این پر جبرئیل آخر چه صورت دارد؟ این دلخواه برای من توضیح بده پر جبرئیل صورتش چیه؟ گفت ای غافل، ندانی که این همه رموز است؟ اینا که برات گفتم رمزه، نماده. پر که منظورم پر پرنده نیست. اگر بر ظاهر بدانند این همه طامات بی حاصل باشد. اگه تو بخوای به این حرف عرفا، حرفایی که توی متون اصیل دینی هست، فقط به ظاهرش اکتفا بکنیم، میشه طامات بی حاصل، حرفای بی حاصل میشه. پشت اینا باطن است. باید کوشش کنی باطن رو کشف بکنی. بلکه اگر بی ظاهر بمانی، طامات بی حاصل است. بعد میگه که هیچ کلمه‌ای مجاور روز و شب باشد. بهش میگه که خدا که روز و شب نداره، خدا مادی نیست که روز و شب براش باشه. مسعد کلمات حضرت حق است. و در صفحه آخر این رساله میگه که آیه است قرآن، میگه که اخرج دعا میکنه، اخرج نامن ها به قریت ظالم اهلها، خدایا ما را از این قریه ای که اهل آن ظالمند خارج کن. سالک از شیخ، از مرشد، از خود جبرئیل میپرسه این قریه که حق تعالی گفت منظور چیست؟ حالا تفسیر سوره بدید ببینید، منظور از این قریه این شهر و اون شهر نیست. میگه که این قریه عالم غرور است، خدایا ما را از این قریه که اهل آن ظالمند خارج کن. من وقتی قرآن رو میخوندم هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود، فکر میکردیم بحث ظالم و مستکبر و امثال و هم، خدایا ما را از دست ظالمی نجات. میگه تمام عالم غرور این قریه است، این قریه یعنی دنیا. این خدایا ما را از این دنیا که ساکنان آن ظالمند، هم به خودشان ظلم میکنند هم به دیگران، خدا ما را از این نجات. این دریه دنیاست که محل تصرف کلمه صغراست، یعنی همون کلمه صغرا که روح من و تو باشه، ما تو همین دنیا هستیم. بعد مثال دیگری میزند، میگه که هر چه زمان ندارد و مکان ندارد، هر چه بیرون از این هر دو است، کلمات حق است کبرا و صغرا. همه هم با این دید عارفانه نگاه میکنند. حالا پاراگراف آخر رساله، پس چون در خانقاه پدر روز نیک برآمد، در بیرونی ببستند و در شهر بگشادند. شب بود، این با شمع رفته بود تو صحرا، از حواس خودش مجرد شده بود و این امور معنوی رو مشاهده کرد. حالا روز که شد، در بستان و صحرا که در مجردات بود بستند و در شهر رو باز کردن، یعنی وارد عالم حواس شد. بازاریان در آمدن، خب اهل بازار اهل دنیا هستن، اهل معامله هستن، اونا اهل مجردات نیستن. آمدن، جماعت پیران از چشم من پنهان شدن. جماعت پیران، همون پیران خوش سیما که من داشتم با یکیشون صحبت میکردم، از چشم من ناپدید شدن. من در حسرت صحبت ایشان انگشت در دندان بماندم.
و آوخ میکردم، آه میکشیدم و زاری بسیار مینمودم، سود نداشت. تمام شد قصه آواز پر جبرئیل علیه السلام. یعنی اون چه که ایشون میخواست بگه گفت و به زیبایی هم گفت. اون یک کلمه بود، میخواست به ما بگه که عالم وجود از عالم مادیاتش که اون عالم غرور خواند و عالم مجرداتش، اینها ذیل جبرئیل هستند. جبرئیل فیض کرده، صورت بخشیده، موجد اونها بوده به اذن خداوند و این دنیا همگی آواز پر جبرئیل است، آواز پر راست، آواز پر چپ. اگر کسی این امور را انکار کرده است و اون را هذیانات خوانده، خب متوجه این عالم به این عظمت، عالم ملکوت نبوده است. رموز فراوان دیگری هم تو این هست. متاسفانه این سه بخش که برای شما گفتم کمترین توضیح در مورد بخش دوم و سومش داده شد. در مورد بخش اولش که اون عقول و افلاک و امثال هم بود، تا دلتون بخواد توضیح داده شده که هیچ کدوم اونها دیگه الان به درد دنیای امروز ما نمیخوره، اونا طبیعت گذشته است. اما این دومی و سومی بحث دیگری است و این کاملا توی بقیه، توی مولوی، توی حافظ، یعنی اینا را آدم میخونه اون وقت حالا راحت میتونه حافظ رو بفهمه، مولوی رو بفهمه. گفتم خودش از صناعی بسیار متاثر شده، ابن سینا متاثر شده، یک موارد دیگه. دو مورد هم من نگفتم، بحثم تموم شد، خودم عمدن مبهم گذاشتم. اون هجاء و علم ابجد رو که گفت من توضیح ندادم، گفتم مراحلی از کشف و شهود عرفان است. میخوام از خود سهروردی برای شما توی رسانه‌های بعدیش بیارم. هیچ کدوم از شارحینم وارد این نشدن، هر چی چیزایی گفتن به همین قدر منطق و حکمت و امثالان بود که به نظر نمیرسه مراد سهروردی اینها باشه. سهروردی جوان، یعنی این رساله رو فرض کنید 20 چند سالگیش نوشته و وقتی خودش پخته تر میشه توی اون رساله های بعدی که خواهیم خوند، یک یک اینا رو معنا میکنه. ناکجا آباد تو رساله عقل صرف معنا میشه، تو رساله حقیقت العشق موارد دیگرش رو میشه و ما یک منظومه داریم کنار هم که قرار بگیریم، اون وقت منظومه فکر سهروردی برای ما ساخته میشه. و سلام علیکم و رحمت الله.